خامنه ای روز گذشته بار دیگه به صحنه اومد و با ریختن اشک تمساح برای قربانیان بمباران‌های غزه تهدید به بکارگیری نیروهای نیابتیش کرد. اون در حالی که دم از مردم فلسطین میزد که همه مردم ایران و جهان میدونن که خودش اولین محرک جنگ افروزی تو این منطقه است، برای حفظ نظام ننگینش و نکاتی در همین رابطه برای بررسی اظهارات خامنه ای همراه میشیم با آقای علیرضا مدنچی در استودیو. آقای مدنچی، به شما سلام و خوش آمد میگم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و همراهمون هستین. خواستم ابتدا نگاهی بکنیم به حرفهای دیروز خامنه ای و ارزیابی شما از اون. با سلام به شما و سلام و درود به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. خب خامنه ای در حرفهای دیروزش که برای دومی بار بود میومد و راجع به این جنگ منطقه و جنگ غزه صحبت میکرد، اگر حرفاش رو بخوایم تجزیه تحلیل بکنیم، یک محورش که در واقع همون علم کردن مسئله فلسطین و ریختن اشک تمساح برای فلسطین بود، همونطور که شما اشاره کردید. این یک شیوه شناخته شده و دجالگرانه سردمداران رژیم از خمینی تا خامنه‌ای بوده طی این سالها که میان و برای فلسطین به اصطلاح دل می‌سوزونن از موضع قیم و قیم آبانه. این خامنه‌ای هم همین کار رو کرد و البته جالب این که و تناقضش اینجا بود که در این حال که به اصطلاح برای مردم بیگناه و اینا اشک تمساح می‌ریخت، ولی کشتار بیگناهان و غیر نظامیان رو به اصطلاح مشروع جلوه داد و گفتش که اشکالی نداره و در واقع فتوا داد به کشتار غیر نظامیان. موضوع دیگه در حرفهای خامنه این بود که ترس و وحشتش بود از اینکه آتش این جنگ دامنش رو بگیره و این در حرفاش کاملا آشکار بود و سعی میکرد که این وحشت و حراس خودش رو از اینکه دود این جنگ به چشم خودش بره با تهدید و رجزخونی بپوشونه. برای رجزخونی هم نیروهای نیابتی خودش در منطقه رو به رخ کشید که اجازه این قسمتش رو بخونم. میگه که اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کند، اینجا همون جاییست که وحشتش رو داره بیان میکنه، نیروهای مقاومت بیتاب میشوند. نیروهای مقاومتی که به اصطلاح تحت امر خودش هستند، نیروهای مقاومت که چه عرض کنم، نیروهای نیابتی و تروریستی، کسی جلوی اینها را نمیتواند بگیرد. این را بدانند، توقع نکنند از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کار را بکنند. اشارش به حسن نصرالله و حزب و اون گروه حزب الله لبنان هست. و بعد برای اینکه روی مسئولیت خودش در این جنگ افروزی سرپوش بگذاره، از آمریکا طلبکاری کرد که و آمریکا رو مخاطب قرار داد که دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش در این قضیه را بشناسد. سیاست اسرائیل رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم می‌کنن و آمریکایی‌ها این مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئول هستند. این هم در واقع برای سرپوش گذاشتن برای اینکه در واقع این رژیم خمینی بوده که طی 4 دهه گذشته مسئول همه بسا جنگ افروزی ها صدور تروریسم بوده در این منطقه و چه کسی نمیدونه که آتشی که الان در منطقه ایجاد شده نتیجه جنگ افروزی های رژیم هستش. من میخواستم کمی به عقب برگردیم و نگاه کوتاهی بکنیم به سیاستی که از ابتدا خود خمینی در رابطه با فلسطین داشت و بعدم خامنه ای در ادامه اون. سیاست کل رژیم رو چطور میبینید و الان ادامه این سیاست چگونه است؟ ببینید، خمینی از روز اول از زبان مثلا همین نیروهای خودش گفتش که امید مستضعفان جهان، رهبر مستضعفان جهان و یه همچین چونه‌ای برداشته بود برای خودش و برای این رژیم. خودش رو به اصطلاح ولی فقیه مسلمین جهان، نمیدونم، از این چیزها هم برای خمینی هم برای خامنه ای خرج میکنند و خودش رو قیم به اصطلاح همه مسلمانان دنیا میدونه و بنابراین از این موضع برخورد میکنه و از این موضع هم به اصطلاح توطئه میکرد مرتب در
رابطه با جنبش فلسطین، چون جنبش فلسطین یک موقعیت خاصی داره هم در جهان عرب هم برای تمام مسلمانان دنیا، و سعی میکرد که خودش رو به اصطلاح صاحب له و قیم جنبش فلسطین قلمداد بکنه. و در این رابطه مخالفت و حتی خنجر و خیانت، خوب اسمش رو بگذاریم، در رابطه با سیاستش خنجر و خیانت بود در رابطه با جنبش فلسطین. تا وقتی که عرفات فقید در قید حیات بود، آماج رذیلانه ترین کینتوزی های رژیم بود، از خائن و نمیدونم هرچی که گلانه، میخوام اون کلماتی رو که در مورد عرفات به کار میبرد تکرار بکنم، در مورد عرفات به کار میبرد. و تا اونجا پیش رفت که حتی توطئه قتل عرفات رو هم این رژیم طراحی کرد، که البته به اون موقع به هدف نرسید. مسئولین جنبش فلسطین هم بارها در رابطه با این سیاست خنجر و خیانت و تفرقه افکنی رژیم موضع گرفتند، و در واقع تمام اون بلایایی که طی این سالیان بر سر مردم فلسطین و همینطور بر سر مردم منطقه اومده، از آتشی است که همین رژیم برافروخته و اینجوری همه مردم منطقه و از جمله فلسطین رو درگیرش کرده و دوچارش کرده. در رابطه بعد از عرفات هم این حملات تبلیغاتی و رذیلانش علیه باز جنبش فلسطین، جنبش الفتح و شخص محمود عباس رئیس دولت فلسطین ادامه داشت، باز با رکیکترین و بدترین عبارات یاد میکرد از این. اجازه بدید که من یک مورد از موضع‌گیری های سخنگوی جنبش الفتح رو نقل بکنم که در تاریخ 12 مرداد 1395 بود. در یک بیانیه اعلام کرد که ما جز خیانت از جمهوری اسلامی چیزی ندیده ایم، و در این بیانیه همچنین گفته شده بود که دخالت های رژیم ایران در سیاست رهبری فلسطینی و امور داخلی فلسطین خدمتی به اشغالگران است. این سیاست تفرقه افکنی بخشی شامل این میشه که گروه های تروریستی دستساز رو رژیم ایجاد کرد در اونجا، و یک تفرقه سعی کرد که با این تفرقه رهبری جنبش فلسطین رو شقه بکنه، و در سنگ اندازی میکرد در آرمان ایجاد دولت مستقل فلسطین، و این کاری بود که طی این مدت کرده. و اونجا باز در همون بیانی اومده بود که کاری که رژیم میکنه خدمت به اشغالگران است و تنها منافع منطقه رژیم ایران رو تامین میکنه، و همزمان به منافع مردم ایران و روابطش با ملت فلسطین ضربه میزنه. آقای مدنچی، من میخواستم در پایان نگاهی کنیم به ادامه این سیاستی که خامنه‌ای در قبال فلسطین داره و پیامدهای اون، و همینطور چه از نظر داخلی چه از نظر بین المللی. تو همین رابطه هم یک بیننده ای سوالی تو همین رابطه پرسیده و خود که خلاصه این جنگی که الان در غزه شاهدش هستیم و اتفاقات که اونجا میفته به چه سمتی میره؟ فکر کنم هم از زاویه داخلی بگیم و هم از زاویه بین المللی کمک کنه. تا اونجایی که به مردم برمیگرده، خب بایستی با تأسف و تعلم زیاد گفت که این قربانی های باز هم بیشتری از مردم فلسطین خواهد گرفت. الان ببینید شما علاوه بر بیش از 3000 نفر که کشته شدند در این قضایا و بیش از 10000 نفر مجروح و معلول هست، 2 میلیون نفر از مردم رو در نظر بگیرید که آواره هستند. واقعا فکر کردن به این موضوع که این 2 میلیون نفر که الان از خانوکاشانه خودشون ناچار شدن که آواره شدن در بیابون ها و اینا چه وضعیتی دارن، خب هر کسی رو متاثر میکنه. اما به لحاظ سیاسی من فکر میکنم که این قضایایی که شروع شده چیزی نیست که خیلی سریع بتونه خاتمه پیدا بکنه، و جهت خاتمه پیدا کردنش هم حتما دودش به چشم رژیم خواهد رفت. و خب رژیم دست به یک با این آتش افروزی و با این جنگ افروزی دست به قمار خطرناکی زده. علتش هم روشنه. خب رژیم از هر عاملی میخواد استفاده بکنه که قیام مردم ایران و فضای انفجاری جامعه ایران رو تحت تأثیر قرار بده، تحت شعاع قرار بده،
و جلوی قیام رو سد بکنه. خب سابقه این رژیم رو داریم که چطور با کرونا میخواست همین کار رو بکنه و کرد. با 500 هزار کشته‌ای که از کرونا گرفت، در واقع دو سال به این چیزی که عرض میکنم اعترافات بعضی از مهرهای خود رژیمی که این قیامه، گفتن قیام 1401 میبایستی در سال 1400 اتفاق میافتاد، به دلیل کرونا عقب انداخت. خب رژیم اصلا این کار رو میکنه، یعنی اینکه یکی از سیاست‌هاشه. کما اینکه عبداللهیان هم دو روز پیش گفتش که اگر ما در غزه دفاع نکنیم بایستی فردا در برابر بمباران بیمارستان کودکان در تهران دفاع بکنیم، با این دجالگری که بیمارستان کودکان در تهران را اعلام کرد. این در واقع همون کپی برداری از حرف خامنه‌ایه که قبلا گفته بود که اگر ما به راجع به عمق استراتژیک صحبت میکرد و نمیدونم جنگ در سوریه و عراق و اینا، میگفتش که اگر امروز در عراق و سوریه نجنگیم فردا باید در خیابانهای کرمانشاه و همدان و اصفهان و اینها بجنگیم. این در واقع ادامه همون سیاسته. این در واقع سپر قرار دادن بیگناهان هست که اینها رو قربانی میکنه تا جلوی امواج قیام رو بگیره. البته به نظر من یکی از اشتباهات مهلک خامنه ای اشتباه استراتژیکشه و حتما که تاوان اون رو پس خواهد داد و این چیزی نیست که به این آسونیا بتونه ازش فرار بکنه. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای علیرضا مدنچی از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودین. نکاتتون سر تفاسیر سر صحبت‌های خامنه ای و همینطور موضوع جنگ غزه و این موضوع. خیلی ممنون هستم. خواهش می‌کنم.